درود بر کل خانواده آنتن. ولفگانگ پاولی متولد وین اتریش در آوریل 1900. پاولی یک فیزیکدان برجسته اتریشیه. اون در زمان جنگ جهانی دوم به پریستن رفت و به خاطر خدماتش در علم فیزیک جایزه نوبل سال 1945 رو دریافت میکنه. این جایزه به خاطر اصل ترد و پیشبینی وجود نوترینو در سال 1930 با مطالعه روی بیتا دیکی یا واپاشی بتا انجام شده. اما این برنده جایزه نوبل به خاطر کشف قانون جدیدش به نام اصل انحصاری پاولی مورد تشویق آلبرت انیشتین هم قرار گرفت و همین موضوع باعث معروف‌تر شدن ولفگانگ پاولی شد. اما پاولی چی میگه؟ ما نمیخوایم بیوگرافی پاولی رو بگیم. ما میخوایم مقاله‌ای رو که نوشته رو بگیم. چون اون از فلسفه هم سر در می آورد و یه جورایی یک فیلسوف هم بود. اون میگه هر چیزی در کل جهان هستی ارتعاش مخصوص به خودشو داره. الکترون ها همشون دارای 3 ویژگی هم: سطح انرژی، چرخش و مدار. الکترون که باید بدونید چیه؟ این الکترون توی اتمه که تیکه بیرونیه و در حال گردش. فیزیکدان ها بر اساس 3 ویژگی که پاولی گفت عدد کوانتومی هر الکترون رو محاسبه میکنن و به دست میارن. پاولی میگه هیچ وقت 2 الکترون در جهان هستی دارای عدد کوانتومی برابر نیستن. خیلیه ها، شما فقط فکر کنید چقدر اتم در جهان هستی وجود داره. اون مثالی میزنه و میگه یک دونه سیب میاریم و از میان میلیاردها الکترونی که اون سیب رو تشکیل میدن یک دونهشو میکشیم بیرون. یک اسمم میذاریم روش، مثلا بهش میگیم اریک. عدد کوانتومی اریک عددی بسیار بسیار طولانیه. اما برای اینکه این کار ساده تر بشه و بهتر بفهمیم، فکر میکنیم که عدد کوانتومی یک دونه از الکترون های این سیب که اسمش اریکه 23. پاولی ثابت میکنه که در هیچ کجای جهان هستی، حتی در ستاره‌ای در یک کهکشان دور، نه تنها هیچ سیب دیگه‌ای، بلکه هیچ چیز دیگه‌ای پیدا نمی‌کنی که عدد کوانتومیش 23 باشه. حالا اگر یک دستمال برداریم و سیب رو برق بندازیم، از اصطکاک ایجاد شده انرژی حاصل میشه و همین انرژی عدد کوانتومی اریک رو ارتقا میده و مثلا اونو میرسونه به 26. وقتی که اریک به 26 میرسه، درست در همون لحظه تنها الکترونی که در جهان هستی با عدد کوانتومی 26 بوده دستخوش تغییر میشه. جهان ما برای حفظ توازن خودش لحظه به لحظه آرایش خودش رو تغییر میده. اثبات این موضوع توسط پاولی باعث یک انقلابی در فیزیک شد و برای همین اثبات جایزه نوبل به اون تعلق گرفت. پس اگر هر الکترونی ارتعاش مخصوص به خودشو داشته باشه، پس هر شیء در جهان باید ارتعاش خودشو داشته باشه. اما از اثبات ولفگانگ پاولی که علم فیزیکو تغییر داد چه نتیجه ای میگیریم؟ وقتی یک سیب با یک اصطکاک کوچک اینقدر تغییر میکنه، پس وقتی من بچه‌مو بغل میکنم یا وقتی کسی رو میبخشم یا وقتی با همسایه‌ام دعوا میکنم و به اون ناسزا میگم یا وقتی دستمو میخارونم، در واقع دستور زنجیره‌ای از تغییرات رو به جهان هستی صادر میکنم. حتی هر اندیشه‌ای که از ذهنمون میگذره الکترون‌هایی رو در تمام جهان هستی به ارتعاش در میاره و دستخوش تغییر میکنه.
اندیشه و فکر فقط در ماده تأثیر نمیذاره، بلکه اندیشه خود ماده است. غم و غصه منو غمگین میکنه و این بزرگترین اشتباهیه که در من اتفاق میفته. غم و غصه باید منو هوشیارتر کنه. چون خودتون ببینید وقتی زخمی میشیم آگاه تر میشیم. غم و غصه نباید بیچارگی رو بیشتر کنه. پس رنج رو تحمل نکنید، بلکه اونو دریابید. چون فلسفه بودا میگه رنج کشیدن فرصتیه برای هوشیارتر شدن. اگر به جای محبتی که در حق کسی کردی اون بهتون بیمهری کرد، از محبت کردن ناامید نشید، چون برگشت اون محبتتونو از کس دیگر در یک رابطه دیگر و از موضوع دیگری خواهید گرفت. به همین دلیله که میگن علم فلسفه رو قبول داره، چون فلاسفه همیشه معتقدن همه چیز در جهان هستی با هم مرتبطه. و تمام انرژی هایی که از اون ساطر میشه به خود شما برمیگرده. پس چیزی رو از خودتون ساطع کنید که وقتی برگشت چیز خوبی باشه. ولفگانگ پاولی خیلی ساده قانون کائنات رو ثابت کرده. واقعا هم همینه. هر کاری که بکنی همون به خودت برمیگرده، مثبت یا منفی. سپاس از شما همشهری، سپاس از شما هموطن و سپاس از شما همزبان و سپاس از شمایی که زبون منو میفهمید. شماها به ما انگیزه دادید که بتونیم خودمونو بهتر و بهتر کنیم.